نه به اعدام. شعار فعالان حقوق بشر در روز 10 اکتبر یا 18 مهر ماه، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. این روز برای یادآوری به کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها وجود دارد انتخاب شده است. هنوز مجازات اعدام در حدود 60 کشور جهان اجرا می شود. سازمان عفو بین‌الملل می گوید چین، ایران، یمن، عربستان سعودی و آمریکا در صدر کشورهایی هستند که در آنها بیشترین مجازات اعدام اجرا می شود. در 13 ایالت آمریکا مجازات اعدام لغو شده، اما عفو بین‌الملل می گوید تنها در سال گذشته میلادی در 37 ایالت دیگر 46 مجازات اعدام اجرا شده. جمهوری اسلامی ایران با 252 اعدام در سال گذشته میلادی رتبه دوم جهانی را بعد از چین دارد. برخی معتقدند میانگین اعدام در ایران حتی بیشتر است، چون در چین حدود 2000 نفر از جمعیت میلیاردی این کشور اعدام شدند، در حالی که در ایران به نسبت جمعیت میانگین بیشتر از چین است. کمیته ضد اعدام و مجازات مرگ در سایت خبری خانه حقوق بشر گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در ایران از ابتدای امسال 135 نفر اعدام شدند. وجود درصد بالای جرم و جنایت در ایران اشاره کنم. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه ایران راهکار اعدام رو برای مقابله با اونها در نظر گرفته. بیشترین دلیل اعدام همونجوری که در گزارش ما اومده به خاطر عناوین جرمی مربوط به مواد مخدر و یا قتل. در ایران محکومان جرایم زیادی به اعدام محکوم می شوند. جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز و غارت. جمهوری اسلامی ایران از جمله معدود نظام‌هایی است که برخی فعالان سیاسی مخالف را هم به اعدام محکوم می کنند. به گزارش کمیته ضد اعدام و مجازات مرگ در خانه حقوق بشر ایران، در 7 ماه اخیر 73 نفر برای جرایم مواد مخدر، 33 نفر به خاطر تجاوز، 16 نفر محاربه و 11 نفر به دلیل قتل اعدام شدند. مقام های قضایی جمهوری اسلامی تا کنون از این اعدام ها دفاع کردند و اجرای آن را بخشی از احکام دینی می دانند. در ایران به تازگی اجرای مجازات اعدام در ملأ عام افزایش یافته، به طوری که کمیته ضد اعدام می گوید در 7 ماه اخیر 35 مورد از اعدام ها در مقابل دیدگان شهروندان بوده. این رو در نظر بگیریم که این اعدام ها تنها برای کنترل جامعه و کم کردن جرم و جنایت ها در جامعه نیستش. این اعدام ها به خاطر ایجاد ترس و وحشت و سرکوب صداهای مختلف، صداهای معترض موجود در جامعه هم صورت میگیره. خب مثلا میبینیم بسیاری از کسانی که بعد از انتخابات با حکم اعدام روبرو شدن و یا حکم اعدامشون اجرا شد، همین مسئله ایجاد ترس و وحشت در جامعه رو نشون میده. پیش از این اتحادیه اروپا در گزارش سالیانه خود از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته بود مجازات اعدام را لغو و از اجرای آن جلوگیری کنند. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.